در دوشنبه راههای جلب توجه سرمایه گذاران و صاحبکاران کویتی به تجارت در تاجیکستان بررسی شد. همایش ویژه که با شرکت صاحبکاران کویتی و مقامات تاجیکستان برپا شد، بیشتر سر مسئله جهانگردی و توریسم تمرکز کرد. در این نشست توانایی های توریستی تاجیکستان و شرایط کار و سرمایه گذاری به این ساحه از جانب این دولت عربی و هم دیگر کشورهای خلیج فارس بررسی شد. ضمناً تاجیکستان و کویت فعلا در چهارچوب چندین طرح اینفراستراکتوری مشترک که همکاری میکنند، ولی با گفته سفیر تاجیکستان دایره این همکاری ها باید باز هم توسعه یابد. و در پایان نشست از سفیر تاجیکستان در شهر الکویت زبیدالله زبیدوف پرسیدیم تا کجا توریسم در خود کشور کویت پیشرفته است. توریسم در کویت خیلی خیلی ترقی کردگی است و همه مردم کویت با حساب میانه در یک سال تا 4 مرتبه سفر میکنند بیرون از کشور و تقریبا حدود 20,000 دلار صرف میکنند برای سفر بیرون رفتن. در تاجیکستان حالا کدام طرح ها با سرمایه گذاری کویت عمل میکنند؟ آنها در بسیار پروژه های اینفراستراکتوری تاجیکستان علاقه سهم گذاشته شدند. در انشای راه شوروباد شاغانزر قلعه خان، در بعضی مشروع های در دنگره آبیاری کردن زمین ها، یک چند مشروع در شهر دوشنبه و در نزدیکی ما یک برنامه گرانتی با وزارت آب و برق امضا کردیم که پای زیاد از 1,100,000 است که کمک برای ساختمان های داشت. و هر حال کویتی ها خیلی کوشش دارند که با تاجیکستان در تمام بخش های گوناگون همکاری داشته باشند. شمار شهروندانی که در کویت کار میکنند خیلی ناچیز است. از سفیر پرسیدیم آیا در چهارچوب برنامه های همکاری با این کشور مسئله جلب تاجیکستانیان به کار در این کشور عربی هم بررسی می شود؟ مهاجرت کار کردن این معنی آن ندارد که شما در وطن خودتون کار کردن نمیتونید. این معنی آن دارد که در این کشورها انجینرها، دکترها، کارمندان در بخش مهمانخانه ها دیگر باید کار کنند. علاقه شهروندان تاجیکستان رفته استودند، لیکن باز زیادتر کم زبان انگلیسی و زبان عربی دارند، در اونجا امکانات خیلی زیادی کار کنند. و از همه مهم که حقوق شما 100% کفالت داده میشه و هیچ کس شما رو تاخیر نمیکنه. این از همه مهم است. در کویت حقوق انسان خیلی احترام کرده میشه. تشکر. به سوال های رادیوی آزادی در دوشنبه زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در کویت پاسخ داد.